من بچه رشتم، رشت متمدن. تو سقلن یه محله هست به نام سقلن. زد و پدر مادرم اومدن تهران. تهران ناصر خسرو تو یه خیابونی بود اونجا به نام مرگی، کوچه مرگی. تو کوچه مروی محله‌ای که ما به سر زندگی می‌کردیم یه کوچه هایی بود که آجری نبود، از این کاگلی های قدیمی، یادش بخیر، که الان برام نوستالژیکه. اونجا زندگی میکردیم، یه کوچه بن‌بست باریک. ۶۵ سال پیش مروی بودم، الان همه چی عوض شده. اینا رو خوب یادم میاد، من تو این زمان بودم. نوستالژیک مروی؟ اک اینا نبوده اصلا، کجاشو نشون بدم؟ آره این من شده، یادش بخیر. کلاس دوم ابتدایی رو رفتیم مروی. تو اون کلاس این بر اونوار من دوتا ترونی قلیس اونجا بودن که یو این بری حوث میاد میزد پس گرده به من میگم آی پادر سوخت پیشونو من میبول به نیم کرد. دو دقیقه بعدش این یکی حوث میکرد میزد میگم آی پادر سوخته. این حرکت باعث میشد که من خب غریب بودم اونجا، با اینا آشنا نبودم. اینا میرفتم به مادرم گریه میکردم، میگفتم این همشاگردی ها منی میزنن اینا. مادرم اومد مدرسه، میومد مدرسه پیش مدیر مدرسه که با بچه ما رو اذیت میکنن اینا. اون دوتا بچه رو خواستن و اونا گفتن که خب تعهد دادن که دیگه اذیت نمی کنن من و اینا. یه ده پونزه روز میگذره، باز دو مرتبه همه های پدر سخته شروع میشه اینا. عجیب بود برای من که اون موقع به این فکر بیافتم که بیام تو خونه جلو آینه بشینم این اونا صحبت بکنم که لهجم عوض بشه. مثلا اونا میگفتن واسه چی این کاری کردی؟ واسه چی؟ این واسه چی برام جالب بود. اینجوری شد که من اینقدر تمرین کردم که دیگه کلاس سوم چهارم اینا این اونا صحبت میکردم. چه کار باید بکنم؟ شما به فرمایه برو سر کار من؟ کار من انجام بده، من میام کار شما رو انجام بدم. وقتی شما رو جارو میکنم. اینجا که رسید، اینجا که رسید ما شدیم پدر. من پدر مادرم خیلی جوان بودم، بچه بودم. کلاس هفتم اینا بودم که از هم دیگه اینا جدا شدن اینا. در نتیجه من پیش ناپدریم زندگی میکردم. البته پدرم یه پولی میداد ماهیانه. پدرم دستفروش بود، چیزای قدیمی میفروخت، بلورجات مثل بارپتن اینا، از این شهر با اون شهر چیزای قدیمی میخرید میومد. یا گاهی وقتا میرفت تو گمرک یه چیزی میخرید میومد تو مروچجی میفروخت. این همون کوچه هست، ما خونمون اینجا بوده. این دوتا دیوار
کاگلی بوده. دستام میذاشتم اینجا، پاپا میذاشتم اینجا، میرفتم بالا. حالا بقیهش رو نمیخوام بگم، بدآمیزیه، نمیشه گفت. ولی همینجا بود. عمر چه زود میگذرد. رفته رفته به ورزش علاقه من شدم. فوتبال بازی کردم، فوتبال محلی اینا. بعد کشیده شدم رفتم، اینو دیدم، اونو دیدم، منو تشویق کردن، تو فوتبالت خوبه، بدن خوبی داری برای فوتبال. رفتم تیم نوجوان باشگاه شاهین اون موقع که الان پرسپولیسه. اونجا اونقدر موندم دیگه، دست سه، دست دو، چهار سال من دست یک باشگاه شاهین اون موقع بودم. البته ناگفته نمونید که باشگاه شاهین اون موقع سه تا تیم دست یک داشت که من تو تیم، حالا آقای اکبرکیا هر جا هست یادش بخیر، اینا مربی ما بود اونجا، هم تیمی من، هم بازی های من. زندیات، همایون بهزادی، شیرزادگان، اینا در کنار اونا من بازی میکردم که الان از دوستای اون موقع هم ناصر ابراهیمی رو اگر بشناسید الان هستش، اینا که با هم چیز بودیم، با هم بازی بودیم. همه میگفتن تو فوتبالت خیلی خوبه. دبیرستانی که بودم معلم ورزش ها میومدن سراغ من، میگفتن بیا مدرسه ما توپ بزن، چون اون موقع به فوتبال آموزشگاه خیلی میرسیدن. درسته من عاشق فوتبال بودم، اما از یه جهت دیگه فوتبال خیلی به من لحت بزد. جبر، سر کلاس، گرجستانی، آقا امجدیه داره توپ میزنه. فیزیک، گرجستانی، آقا امجدیه داره توپ میزنه. همینجوری این ادامه پیدا کرد تا ششم متوسطه. این نتیجه این شد که من دیپلم رو سه ساله گرفتم. با تمام اون آرزویی که داشتم برم تیم ملی، یه روز در خلوت خودم نشستم گفتم که این نامردی سیروس، تو بخوای ورزش کنی، فوتبال بازی کنی، بری تیم ملی، این پیر مرد کار کنه بره به تو اینا. در نتیجه دیپلم که گرفتم گفتم که با تمام اون علاقه عشقی که داشتم به فوتبال، فوتبال رو گذاشتم کنار، رفتم سر کار. اولین حقوق گرفتم با عشق و علاقه، گفتم الان میرم بابامو میبینم، پیداش میکنم، میگم بابا تا حالا زحمت کشیدی، حالا بذارید من به شما برسم، حقوقمو بدم بهش. رفتم اونجا که همیشه بود، گشتم پیداش نکردم، پرسیدم، گفتم یه مدتی اینجا بود رفت فلان. یعنی در واقع اونجا که بود یه مسافرخونه بود تو ناصر خسرو، از این مسافرخونه های نمیدونم در پنج بود شیش بود، اونجا یه اتاقه که بر خودش گرفته بود، دائم اونجا زندگی میکرد. من اونجا رفتم دوباره، خیلی وقت رفته، یه رفتم زر روز رفته اینا. من رفتم یه قهوه خونه بود که توی
طرف های نادری بود که اونجا بیشتر آذری ها اونجا چون بابام آذری بود اونجا جمع می شدن قلیون می کشیدن شایی می خوردن صحبت می کردن اونجا هم رفتم پرسجو کردم اینا گفتن آره می اومد اینجا یه چند وقتی نیستش اینا راستی کجاست از من می پرسید من می گفتم من اومدم پیداش کنم اینا اینقدر این برام بر رفتم دیگه اصلا از پیدا کردن بابام یواش یواش نامید شدم رفتم پیداش قانونی مشخصش رو دادم گفتن نه همچه چیزی نیست این برام بر کاری ندارم من شاید 8 ماه 9 ماه من افسرده دنبال پدرم میگشتم آخرش هم که الان دارم با شما صحبت بکنم هنوزم که پیداش نکردم که نکردم البته اون موقع بهت بگم 83-84 سالش بود اینا اون حقوق مون تو دست من با اون حقوق میدین من چیکار کردم رفتم 2 تا عروسک خریدم همون عروسک هاست که 60 ساله با منه من با این اخت شدم محل کار من کارخونه آزمایش بود اونجا رفتم استخدام شدم و سمت انبارداری رو به من دادن خب اولش وارد نبودم بعد رفته رفته وارد شدم 3 سالی بود اونجا کار میکردم قسمت های مختلف داشت پرسسازی بود پرسکاری بود اسفنسازی بود یک دوست اونجا داشتم به نام مهدی اسلامی که تو قسمت اسفنسازی بود من با این دوست شده بودم چون انسان خیلی خوبی بود یه روز مهدی اسلامی اومد گفت سیروس من برادرم سپاه دانشیش تموم شده با رئیس کارخونه صحبت کردم که بیاد اینجا پیش تو کار کنه اینا هواشو داشته باش اینا گفتم باشه اینا یه هفته بعدش دیدم که واه یه جوانی اومد اسمش هادی بود هادی اسلامی اولش یه نگاهی دیگه بهش داشتم اینا گفتم خب اومده داره با من میخواد کار بکنه اینا صحبت کار و زندگی این چیزا بود اینا رفته رفته من دیدم که یه حال به خصوصی داشت من از اون حالش خیلی خوشم اومد میشستیم با هم گاهی وقتا که بیکار میشدیم با هم حرف میزدیم اینا همش اون حرف میزد چیزهای خیلی خوبی میگفت معلوم بود آدم برای من جالب بود که آدم با مطالعه بود شعرهایی میخوند گاهی وقتا مانیفستای این نویسنده ها رو برام میخوند حرفای جالبی میزد منم یه روز میخواستم بهش بگم که بابا جون این حسی که تو داری درونت حس خوبی که تو داری منم دارم مادرزادی ژنتیکی این حس من دارم اینا هی میخواستم خودمو بهش نشون بدن که با این حس منم دارم یادم افتاد یه موقع یک فیلمی بود به نام اسپارتاکوس اونجا یه هنرپیشه بود به نام تونی کرتیس که توی بارگاه کراسوس بود میاد میپیونده به قشون اسپارتاکوس و یه شعری میخونه من این شعر رو حفظ بودم
حالا میخواستم خودنمایی کنم پیش خاطی اسلامی که بابا جون منم مثلا این از این حسای ظریف و لطیفم من هم دارم. یه روز گفتم که خاطی منم خواهم یه شعر باید بخونم و بخونم ببینم اینا. گفتم وقتی که آفتاب تابان رو به مغرب می کند، زمانی که باد از وزش خود در کوهستان ها باز می ایستد، وقتی که نغمه های مرغزاران رو به خاموشی می گراید، هنگامی که ملخ های بیابانی از صدا می افتند و امواج کفالود دریا چون دختران به خواب ناز فرو می روند، وقتی که انبار طلایی به روی زمین بوسه می زنند، من رو به سوی وطنم می کنم، به سوی زادگاهم، به سوی مادرم که مرا به وجود آورد و پدرم همه چیز به من آموخت. من اینو می خوندم، خب چیز می کردم دیگه، حس بهم دست داده بود. حاجی دیدم به من زور زده نگاه کرده، داشت نگاه می کرد اینا. گفتم باریکالله باریکالله. آره دیگه، هادی اونجا یک سال که تو اون کارخونه بودیم یک سال خاطره خوب رو گذاشت و رفت. رفت دیگه، ما اینو ندیدیم. نمیدونم دو سال سه سال بعدش تو چاره ولیعصر دیدمش. اول میگردم که هادی نیست، یکی نزدیکی ها رفت دیدم هادیه. گفتم هادی اسلامی سلام، دیدو بغل کردیم و گفتم قربو صدقه هم دیگه رفتیم و اینا. گفتم خب اینجا چی کار میکنی؟ کجایی؟ چی کاره ای؟ چرا پیل کردی کارو؟ اینا گفتم من کار تئاتر میکنم. گفتم تئاتر؟ تئاتر کار میکنی؟ گفت بیا 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 ببرمت تئاترمون، ببرم اداره تئاتر با بچه ها آشنات کنم اینا. اینا منم بیکار بودم، کار نداشتم دیگه، رفتم باش، رفتم اداره تئاتر. سالونی که تمرین میکردن دیدم آره یه عده برای بچه ها هستن اینا، همه بچه های خوب و اینا صمیمی انگاری اینا. دونه دونه معرفی کردن هادی منو اونجا. رحیم بقایی بود، خاصی شکیبایی بود، حسین خانیبایی بود، چند تا دیگه بود، ناصر محمدی بود، اینا هم چیز کردن اینا تا اینکه تمرینش شروع شد. تمرینش بر من خیلی جالب بود. رفته رفته با اینا گرم شدم، البته گرم نه اونجا، گرم به فاصله مثلا یه متری. یه روز هادی اومد به من پیشنهاد داد، گفتش که سیروس میخوام یه نقش بهت بدم. گفتم من بیام بازی کنم؟ گفتم هادی دست برد من نمیتونم. گفت چرا میتونی؟ گفتم آره نقشی که میخوای بدی چی هست؟ گفت یه نقش آبوزی. گفتم آبوزی؟ مرد دستو خب حالا که نقش بدی یه نقش درست حسابی بده، آبوزی چیه؟ گفت نه دیگه این نقش فقط مونده باید بیا بازی کنی. نه گفتم آره آبوزی چی کار میکنه؟ چی میاد دیگه؟ میاد میخونه. چی میخونه؟ میاد میگه کرایشین بابا کرایشین بابا کرایشین، تمام آب و حوزه ها رو ریختن تو ماشین. موسیقی
جهادی اسلامیه، خسرو شکیباییه، نصرت دستمردیه، حسین خانی‌بکه، اینم خدا بیامرز مهری مهرنیاز، اینم منم. هادی اسلامی تو این نمایشنامه یه شعری میخوند، هممون حال میکردیم، که منم هنوزم گاهی وقتا در خلوت خودم این شعر رو میخونم، حال میکنم. میگفت با این همه ناموس ای پری، دل را به کجا میبری؟ ما ایم و همین دل، وای از دل قافل. بعد از اینکه یه چند تا نمایشنامه کوتاه، نقشه کوتاه بازی کردم، یه روز هادی یه نمایشنامه داد به ما، گفت بچه ها این نمایشنامه استره، خیلی جدیه، اینو میخواییم کار بکنیم. ما کار کردیم. به من هم یه نقشه راوی یک داد. نگاه کردم نقشه خیلی سنگین و اینا، خیلی گفتم هادی این سنگین نیست برام. گفت نه تو میتونی برو. من میرفتم تو خونه کار میکردم، میومدم تمرین میکردم اینا. تو تمرین ها من میدیدم این بر بچه هایی میگفتن بچه ها درست کار کنید، تا آقا عباس بیاد یه ها میبینی که چیز میکنه، قبول نمیکنه، فلان میکنه، نوشه نمارمون رو کنسل میکنه، فلان میکنه اینا. هی من میگفتم اینا میگن آقام عباس، آقام عباس. یه روز خسرو شکیبایی گفتم که خسرو این آقام عباس که میگید کیه؟ مگه این حساب میبرید ازش اینا؟ گفت آقام عباس هنرمند بازیگر خوبیه، کارگردان خوبیه، ما جز گروه هنر دوم ملی هستیم. گفتم اه کاری ندارم. تا اینکه ما نمایشنامه رو از پا اومدیم و میزانسن دادن و اینا حفظ شدیم اینا، بعد قرار شد اون روز یه 7-8 نفر بیان نمایشنامه رو ببینن و اوکی بدن برای اجرا. هیچ اون روز اومدن 7-8 نفر اومدن و من اینا رو نمیشناختم. اومدن یکیش رئیس اداره تئاتر بود، آقای جاندی، اومدن و ما واسدیم سر جامون. آسادیم سر جامون و هادی اسلامی رفت اجازه خواست و اجازه بفرمایید. اونا گفتن بله، یه روز برو. من راوی یک بودم. راوی یک میمد رو آوانسل، شروع میکرد به دیالوگ گفتن. من یک صفحه و نیم مونولوگ داشتم، باید این رو قشنگ میگفتم برای اینا. بعد کار شروع شد. راوی دو میگفت، اونا میگفت. من رفتم رو طرف آوانسن. این آقایون 8 نفر هم اونجا نشسته بودن. انقدر اینو تمرین کرده بودم، مسلط بودم، حس میکردم خوب دارم میرم، خط به خط درست، با حس خیلی خوب خودم داشتم لذت میبردم. صفحه اول تموم کردم، افتادم صفحه دوم. اینا رو همه رو تو ذهنم دارم جز بکنم. رفتم به صفحه دوم، رسیدم به آخرای این مونولوگه، گشتم یکی از اینا رو پیدا کردم، اینا به صورتش نگاه کردم. هنرپیشه ببین، من به اینجا رسیدم که هنرپیشه باید تو کارش لوندی بکنه. دوست داشتم یه نفر رو به چشاش زول بزنم، نگاه بکنم دیالوگامو به چشای اون بگم. گشتم و پیدا کردم. پیدا کردم، همین که دیالوگ میگفتم من میگفتم، اون به من نگاه میکرد، منم بهش نگاه میکردم، اون به من نگاه میکرد، من بهش نگاه میکردم، دیالوگ میگفتم اینا. یواش 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 آخا یهو دیدم او چشای نافذ اون منی گرفت، من یهو کوب کردم، نفهمیدم اصلا اینجا کجاست، من برای چی اومدم اینجا، چی باید بگم. همجون واس دادم گذشت و هادی اومد از آقایون عذرخواهی کرد، گفت ببخشید که نمایشنامون هم هنوز جا نیفتاده، یه چند روزی تمرین میکنیم خبرتون میکنیم. اینا رفتن. آقا من موندم، انگار دنیا رو سرم خراب شده بود. گفتم چه کاری که ایتادی بیاد، توی که این همه زحمت کشیده بودی، کی بود آخه فلان اینا؟ شد 5 دقیقه نشد دیدم همون اومد، همون آقای. یه خود گذشت دیدیم
خیلی ناراحت. اینا کیه ناوردی هادی؟ اونو برش دار راویه یک خودت بگیر، اون خانوارم عوضش کن، یه دونه از دراماتیک میارم بازی میکنه اینا. من گفتم اون کیه؟ گفت آقا محباس بود دیگه، رفتی یه چیز کرد همین بود دیگه اینا. گفتم اه، همین که من به چشاش نگاه کردم آقا محباس بود دیگه. هیچ، کار من خراب شد دیگه، جایی نداشتم تو اون نمایشنامه. اینکه هادی برای اینکه دلمو به جا بیاره اینا، یه نیزه داد دستم، گفت برو تهش رفت تهی تو سالون واسه نیزه بدن. اونجا نیزه به دست شدم دیگه. حالا اگه از من بپرسید تو این نمایشنامه‌ای که کار کردی از کدوم نقش خوشت اومده، میگم نقش لوتی در نمایشنامه مرک در مرکه نوشته داوود میرباقری. بشکن دست بی نمک ملوس، ای لاکردار، یه الف قد بودی، یه ریغوی رنگ پریده، ترخشکت کردم چش دریده، دار و ندارم و بلعیدی، من زور زدم تو خندیدی، تازه داشته دوم بی جنب بودی، دایره دنبک یادت دادم ور پریده، قیر تو کمر یادت دادم خیر ندیده، بشکن و پشتک یادت دادم چی شد، دود شدی رفتی هوا، ای زردگوش، ای بی صفا، ای بی وفا، نکنه یه وقت دزدیدنت، آخ قربون اون نازعداد ملوسک. آهای دایی، آهای خاله، حال روزو لیتی رو نمیپرسی؟ زنده باشه شوربایی، مرده باشه حلوایی، تو لوتی رو با انترش میخوای که از خنده روده بارد کنه. هر وقت تنها بودی میمده سراغ لوتی، لوتی باید رفیق بود، انتر لوتی گم شده، همه روی گردونشن، سر بی کلاه یکه و تنها، چرخ و فلک دوز کلک بماند. شهیدم پهلوان سنگ زدی، دست خوش کلاتو قاضی کردی، مسئله باد کنکه، زیاد باید اشکالی میترکه. بدون اشکال کارت کجاست؟ جنبه طرف رو نمیسنجی براش هورا میکشی. خب معلوم قاتل شیم، قاتل شیم، قاتل شیم، قاتل شیم. شو برداره خیلی گنده است. آره دست در نکنم بارغتو، من گیلم برم، مازندران برم، فقط بغلغتو. اینجا هم که حال هوای گیلانه داره، میام اینجا بغلغتو میخورم. یادش بخیر. تو رشت ما یه سریال کار میکردیم به نام میرزا کوچیک خان. من اونجا زیاد نقش مهمی نداشتم، اما یه اتفاقی اونجا برام افتاد. آف داشتم، یعنی قرار نبود برم جلو دوربین. من و هم اتاقیم حسین خانم بهگیارش رو خیر، یه ویرم گرفت، به حسین گفتم که حسین امروز عشقم کشیده برم مانژه اسبواری، اسب و سرخپوستی سوار شم. موافقی؟ گفت آره. بریم. رفتیم اونجا به مربی گفتیم که خواهد دوتا اسب فقط دهنه ببند، زین نمیخواد، میخوام اسب و سرخپوستی سوار شم. سوار شدیم، یه دو دور مانژه و یوتمه رفتیم. روتمنی که بری این پاهات خسته میشه، زانوهات، چون باید آبگاه اصل رو بگیری. گفتم چکار کنم؟ زدم تو تاخت. یه دور که دور مانژه گشتم
باد اومد این در مانژ رو باز کرد. استبرم پشت مانژ بود. من گفتم خب این در مانژ بازه، این اسب درش میخواد بره تو استبر. دهنه رو کشیدم، اسب اومد یورتمه. یورتمه که داشتیم میرفتیم اینا، چون پام خسته بود، از اون دره که رد شدیم زدم به آبگاه اسب که تاخت برم، اسب رو هوا اینجوری برگشت که بره تو استبلش. من از اسب جدا شدم، من رو هوا بودم. رو اون هوا اینا که میگم همش در عرض 10 ثانیه 20 ثانیه طول کشید. من رو اون هوا یال اسب رو گرفتم اینجوری کشیدم، چون فکر جون خودم افتادم که این دیگه اگه بخورم به دیوار، این اعلامیه میچسبم به دیوار کاگلی. رفتم گردن اسب رو گرفتم، جفتمون با کله رفتیم تو سنگا، چون اون برای مانش همش سنگ بود. فقط شانسی که آوردم اسب خودش اون ور جمع کرد. اگه رو من جمع میکرد کار من ساخته بود. رفت، من افتادم. حسین خانم پشت سر من اومد، چی شد سیروز؟ من دیگه بی حال بودم، حس میکردم این گیجگان، یه چیزی رفته تو گیجگان. گفتم حسین، این برام جالبه، این جالبه که تو اون حالت بهش گفتن که حسین، حسین بگو منو ببرن جراحی پلاستیک. از اون لحظه اصلا جراحی پلاستیک اینا کار ندارم. اینجا رو اگه نگاه بکنید جراحی پلاستیک شده تازه. هیچی دیگه، این بانداژمون تو نزدیک چشم من همینجوری. خب آفیش شده بودم، باید میرفتم جلو دوربین. کاری گردم گفتش که مسئله ای نیست، بیا جلو دوربین، منتها یه بری بازی کن، یعنی رود این بر باشه، این ماسکه باشه، همینجوری. من میرفتم همینجوری جلو دوربین یه بری. Seller sular şakıldayıp ahanda, kızlarla saf bağlayıp bahanda, salam olsun şokaduza ilüze, menden de... Ki her ki nigah mi kert, go, Şehriyar خوب کار کردی. چرا؟ برای اینکه من دو سه تا عکس، دو سه تا نه بیشتر عکسای شهریار رو به من نشون میدادن، فیلماشو نشون میدادن اینا. من به جای اینکه شهریار رو نگاه کنم پدرم رو نگاه میکنم. این عجیبه، شبیه پدر من را میره. آمدی آمدی سینما. یه هنرپیشه بود، بعدها اسمشو یاد گرفتم، اورور فلین. این صحبت که میگم مال 65-6 سال پیشه. مامانم اینقدر با من سینما رفته بود و این مامانم از این هنر بیشه خوشش می اومد. به من می گفت سیروس هر وقت دیدی این آرتیست بازی میکنه بیا به من بگو بریم این فیلمشو ببینیم. همین آرتیست، همین اورور فلین. من چون علاقمند شدید بودم به سینما، اینا می رفتن تو این سینما ها. اون موقع خونم و چهار راه سینما بود، یه سینما میهنم اونجا بود. میرفتم نگاه میکردم اینا که این آرتیست رو ببینم، اینا این همین اورور فلین رو ببینم اینا. بعد وقتی میدیدم که
اون موقع اورال فلین برای اینکه سوپرستار اون موقع بود دائم فیلم بازی میکرد دانشوان و فیلم دانشوان یادم میاد لنا تا میدیدم که اورال فلینه نمیدونی با چه سرعت میدویدم میرفتم خونه میگفتم ماما اون آرتیسته فیلمش آوردن اینا اون موقع بیلیت 6000 بود من و مامانم میرفتیم فیلم رو میدیدیم اینا رو میگم به خاطر اینکه من به سینما اصلا اگه اومدم به سینما بیشتر من علاقه من شدم ولی خب متاسفانه جذب سینما نشدم البته خوشحالم از اینکه از تئاتر شروع کردم بعد جذب تلویزیون شدم به هر حال از این بابت خوشحالم ولی دوست داشتم بیشتر سینمایی بشم ولی خب نشد دیگه رفتیم تلویزیون جذب تلویزیون شدم من توی این شهرک سینما خاطره های زیاد دارم زیاد کار کردم اینجا رو میبینیم خدا آقای دوری کارگردان رو بیامرزه تو کیف انگلیسی اینجا حجره من بود خان بهادر یه بازارچه بود خدا جیانم بیامرزه کارگردانش جیان بود اینایی که همه رو میگم همهشون زنده یادن خدا آقای نیکتب رو بیامرزه اینجا با تمرین میداد از سواری اینا ببین اینجا با از آقای حاتمی هم یه قدردانی بکنیم همش گرم خدا بیامرزه خدمتی کرد که این شهرک رو ساخت من بنازم چهره چون ماه تو جنگل گیلان فدای راه تو یه اون آهنگ دیوونه اون آهنگت هم حضرت عباسی یه خورده شو بگم لب رود خان باشم آبی بنوشم لنیم کر شما لب رود خان باشم آبی بنوشم صدای کرجیبان با ما بگوشم صدای کرجیبان تو کر بیلال آبادانی ملا این لوکیشن امام علی کجاست؟ خدا تو خوبی؟ خونو کردتم خوب هستی شما؟ ماشاءالله خوب موندی جدی میگی؟ یه از این برداری از این برداری؟ آره که در مرکه رو ما سال 69 تو جشنواره فجر 22 بهمن اجرا کردیم و هر کدوممون من آقای رضا روگری آقای تمورس کاندید جایزه بودیم که جایزه به ما بدن اما جایزه رو به ما ندادن جایزه رو به گروه مشهدی ها دادن منتها به ما جایزه مطلق دادن جایزه مطلق خب چی بود؟ 41 روز رفتیم آلمان توی آلمان من با داود میرواقعی بیشتر رفیق شدم آشنا شدم کما اینکه اونجا در خلوت میگفت من دارم یک سریالی مینویسم به نام امام علی و برای تو یه نقش خوبی میخوام بنویسم همین نقش ابا قدام تو کجا؟ باز کردی نازنین چرا با افسون زبانت راه برادرت نبستی؟ چرا باور نمی کنید؟ از روزی که مادرمان در جمل شکست من نیز افسونهایم را فراموش کردم آه.
من اون موقع تو گاردش مستجر بودم، خانومم و با مادر خانومم دقیقا آره همینجا واسده بودیم. آره درسته. بعد به مادر خانومم گفتم ماما اینجا خونه منه، اباقوتا. نگاه کرد اینا، بعد من روم اون بر بود، دیدم مادر خانومم به خانومم میگه مادر شوهرت که الان دیگه خونه خریده، خونه دار شدید، خب بیاد اینجا بشینید دیگه. فراری نهروانی؟ نه، زخمی نهروان. جای زخمی در تنت نمیبینم. زخمم را در خاک کردم. کی بود؟ پسرم. خدا بیامرزتش. با اسب از این دالون میمدم اینجا، اسب رو سریع‌تر میکردم اینجا، چون اتاق اونجا واسده بود. دو تا برداشت کردیم، برداشت خیلی خوب بود. این اسب با دو تا دستاش بلند میشد، من خدافیشی میکردم. هر بازیگری تو زندگی بازیگریش یک استارد کار داره. گفتم من با اینکه امام علی رو کار کرده بودم، کیف انگلیس رو کار کرده بودم، اون استارد برای من زده نشده بود. مرکه در مرکه هم کار کرده بودم. یه روزی از طرف پروژه آقای اصغر فرهادی به نام یادداشت‌های کودکی، یادش به خیر خان بابا جون شب میومد رو پشت بون، نگاه آسمون میکرد، یه ستاره رو نشون میکرد. به من زنگ زدن که برم توی سریال مناسبتی ماه رمضون بازی کنم. من رفتم قرارداد بستم، اون سریال رو بازی کردم و یک روزی سعید آخانی به من گفت موقعی که آقای اصغر فرهادی این متن رو نوشته بود، متن خوبی بود، ما همیشه منتظر بودیم که این نقش اول رو به کی میخواد بده، چون دور و برش بودن امثال همین سعید آخانی و اینا. این خود سعید من که به کی میخواد بده. بعد یه روز اصغر فرهادی میگه که یه آقایی هست به نام سیروس گرجستانی، من یک تئاتر معرکه در معرکه ازش دیدم، خیلی خوشم اومد و دوست دارم این کاراکتر رو، کاراکتر عزیز آقا رو، اونو پیداش بکنید بیاد بازی کنه. بود. یعنی اگه دستمزد من مقداری بود، اون مقدار چند برابر شد برای پروژه های بعد. بعدش یه سریال دیگه کار کردم به نام متهم گریخت و اون بیشتر منو پرتاب کرد. تی خوشبختی همش صبح تا شب دمیدم من، حتی یک از بازار صفویه که تو ولیعصر داشتم میگذشتم، یه خانواده رو دیدم که دارن میان طرف من یا من میرم طرف اونا، یه بچه کوچیک که نمیدونم 4-5 سالش بود داشت زار زار گریه میکرد، مثل که یه چیزی میخواست براش نخریده بودن داشت گریه میکرد. این که منو دید
یهو گفت هاشم آقا اینا. جالب بود برای من تا من اونا هم دیدم گفتن ای فلا اینا بچه گریهش رو قطع کرد. هاشم آقا نگاه کرد. همه هنرمندا همه بازیگرا دوست دارن که کار خوب بکنن. عجیبه که برای من دیگه اون کارهای خوب چرا امروزه نیست؟ آیا کیا هستن که تصمیم میگیرن؟ از خدا میخواستم که زنی نصیب من بشه که با هم رفیق باشیم. من با خانمم رفیقم، خیلی مشکلات خودمون راحت با هم حل میکنیم. این سیکرت بود، به شما هیچ ربطی نداره.